و روشن کردم که آنچه که باعث افتخار ملت ایران هست ارزش‌های ایرانی و خرد ایرانی هست، نه در واقع غارت و کشتاری که به نام سلطان یا پادشاه ایران در تاریخ پس از اسلام شد و افتخاراتی به دست داد که این افتخارات با معیارها و ارزش‌های بعد از اسلام ایران، یعنی ارزش‌های التقاطی تازی مغولی تاتاری و نمیدونم افراسیابی و افشاری و غیره، دارای ارزش‌های مادی بود، ولی چنانچه این افتخارات رو با ارزش‌های ایرانی و معیارهای ایرانی خرد ایرانی بسنجیم، می‌بینیم که نه تنها از ارزشی برخوردار نیست، بلکه در ماورای ارزش‌ها و تعریف‌های انسانی قرار داره که ملتی مثلا در هندوستان بنشینن مشغول زندگی خودشون باشن و شاهی از اونور دنیا لشکرکشی کنه و تمام زندگی اینا رو تاراج کنه و ملت رو از دم تیغ بگذرونه و افتخاری برای کسانی به وجود بیاره. این افتخار همون افتخاری هست که ملت مغول به چنگیز میکنه. چنگیز از نظر ارزش‌های انسانی قابل افتخار نیست، ولی به لحاظ هویت ملت مغول قابل افتخار هست براشون. و آنچه که من کردم در واقع تاریخ پس از اسلام رو با خرد ایرانی و تاریخ قبل از اسلام مقایسه کردم و آنچه که در این دوران به دست آمد با آنچه که در گذشته داشتیم در برخورد قرار دادم و ارزش‌ها رو سنجیدم و خدمت شما ملت ایران اعلام کردم. علت این که من به سراغ افتخارات نادرست ملت ایران رفتم و افتخاراتی که در واقع افتخارات دشمنان این سرزمین بود و کسانی که این سرزمین رو به خاک و خون کشیده بودند در واقع باید بدانها افتخار می کردن و ملت ایران از اونجایی که بر طبق اسنادی که فولادوند گرامی ارائه کردند تبدیل به مشتی برده بیخبر از هویت ملی و از هویت انسانی خود تبدیل شده بودند، در اثر فشار شمشیر بیگانه افتخارات بیگانه رو از آن خودش دانست، همانطور که در واقع افتخارات اسلام رو به خودش نسبت داد و شروع کرد به عنوان یک به اصطلاح مقدسات مورد احترام و حتی ستایش قرار بده. همونطور که گفتم علت این که من این مطالب رو پس از فولادوند گرامی، البته در زمان فولادوند گرامی من گوشه و کنایه هایی به این مسائل می زدم و همونطور که هموطنان گرامی با خبر هستید اسنادمون روی نوارهایی که در یور تیوی موجود هست ثبت هست. من اولین کسی بودم در تاریخ ایران که ایستادم و در بین کسانی که ادعای باور داشتن به ارزش های پادشاهی ایران و سیستم پادشاهی پارلمانی ایران بودند، اولین کسی بودم که من مصدق رو زیر سوال بردم و گفتم که مصدق بود که به شاه ایران خیانت کرد و به ملت ایران. علت اساسی که من به این مسائل پرداختم این بود که چرا پس از این که دو فرزند برومند و دلاور این سرزمین رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه تمام قد در مقابل این تاریخ ایستادند و شروع کردند به اصلاحات و بنیان گذاردن ارزش‌ها و معیارهای ایرانی و شروع کردند به مبارزه با ارزش‌های بیگانه من جمله ارزش‌های تازی
و عرب. چرا این دو فرزند دلاور موفق نشدند؟ و من مجبور شدم که در این رابطه یک سری حقایق تاریخی این سرزمین رو برای ملت ایران باز کنم و به اطلاع ملت ایران برسونم که اگر نارسایی در زمان رضا شاه بزرگ یا در زمان محمد رضا شاه دیدید، مقصر این دو دلاور تاریخ ایران زمین و این دو خردمند مورد افتخار سرزمین ایران زمین نبودند. مشکل از در واقع مشکل تاریخی ملت ایران و حضور بیگانه در سرزمین ایران، بیگانه ای که به زبان پارسی سخن می گفت، بیگانه ای که فاصله انداخت بین پارسیان و دیگر گویش های این سرزمین و همه پارسیان رو مقصر این همه به اصطلاح بی‌عدالتی که در ارتباط اقوام گوناگون اعمال شده بود پارسیان رو مقصر دونستند، و زیرا که دشمن به زبان پارسی سخن می‌گفت. مشخص کردیم که دور رضا شاه بزرگ رو تازیان و مغول‌ها گرفتند. قاجار و تازی دور رضا شاه بزرگ رو گرفتند و به گونه‌ای هر گونه به اصطلاح اقدامات اصلاحی این دلاور ایران زمین رو سعی کردند که با شکست مواجه کنند. البته از اونجا که شرایط مادی در زمان رضا شاه بزرگ فراهم بود برای اینکه چنین نیروهای ضد ایرانی و ضد ارزش‌ها و معیارهای ایرانی و انسانی فرصت جولان پیدا نکنند و در هم کوبیده بشند، در زمان رضا شاه بزرگ مشکلات کمتر بود. ولی در زمان محمد رضا شاه، از آنجا که این خردمند دلاور بسیار سرجو و بسیار آرام و شرایط جهانی و رشد نیروهای ضد ایرانی در دستگاه دولتی ایران در طی سالیان پادشاهی رضا شاه بزرگ و پادشاهی شاهنشاه آریامهر، این دو نیروی مخرب در کنار هم سرزمین ایران رو به بیگانه فروختند. و من اولین کسی بودم که در تاریخ ایران اعلام کردم که مشروطه از نظر ملت ایران باطل، زیرا که مشروطه پیمانی بود بین تازی و مغول. علت آن خودکام شدن قاجار و بازماندگان مغول در دوران سلطنت و کنار گذاشتن در واقع تازی و روحانیونی که قدرت خودشون رو با از بین رفتن سلسله صفوی و سلسله افشاری کاملا از دست داده بودند و در کنار حکومت قاجار نشسته و به دریوزگی در واقع قدرت دست داده بودند. و از سوی دیگه، از اونجا که اینها آموزش و پرورش این کشور رو به عهده داشتند و ملت ایران رو کسانی که می‌خواستند آموزشی در ارتباط خواندن و نوشتن کسب بکنند، باید حتما تازینامه رو می‌آموختند و خواندن و نوشتن تازینامه شروعی بود برای آموزش، برای یادگیری زبان فارسی. من برای اولین بار اعلام کردم که خمینی فرزند خلف مشروطه و محصول تازی و مغول و تخم خمینی در دل انقلاب مشروطه که خواست بیگانه بود کاشته شد. به خاطر این مسائل بود که من مجبور شدم تا
اونجا که میتونم علل شکست پادشاهی پهلوی و به وجود آمدن مشروطه